درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و رهبری احمد مسعود و گروه تا در ولسوالی دره ولایت پنجشیر. سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان. هست 18 فوریه و برابر با 29 دلوی 1400 هجری شمسی است. ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد دیشب شرکای جبهه مقاومت ملی و رهبری احمد مسعود بر بالای ولسوالی دره ولایت پنجشیر حمله کرده است. برخی منابع مردمی نیز در گفتگو با رسانه‌ها تایید کردند که این درگیری دیشب اتفاق افتاده است. این درگیری پس از آن صورت گرفته است که در نخست نیروهای جبهه مقاومت ملی از بالای یک تپه چندین راکت را بر محوطه مرکز ولسوالی دره ولایت پنجشیر شلیک کرده است. رادیو صدای آمریکا نیز به قول منابع محلی گزارش کردند که این درگیری دیشب به وقوع پیوسته است. صدای آمریکا به قول یک منبع که نخواسته است نامش در خبر ذکر شود، گزارش کرده است که چندین راکت بر نزدیکی ساختمان ولسوالی دره نیز اصابت کرده است. این منبع افزوده است که راکت ها در محوطه این ولسوالی برخورد کرده و اما به کسی آسیب نرسیده است. اما برخی از باشندگان محلی مدعی شدند که در این حملات یک تن از اعضای گروه تا زخم برداشته است. آنان همچنان گفتند که در اثر این راکت پراگنی ها یک موتر گروه تا نیز به گونه کامل از بین رفته است. گفته می شود که پس از این حملات راکتی درگیری پراکنده میان افراد گروه تا و جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود نیز در محل صورت گرفته است. تعداد زیادی از باشندگان محل همچنان در شبکه‌های اجتماعی و در گفتگو با رسانه‌ها تایید کردند که این درگیری بیش از یک ساعت ادامه داشتند، اما کسی از تلفات این حادثه چیزی نمی‌دانند. گروه تا اما تایید کردند که با نیروهای مقاومت ملی درگیر شدند، اما جزئیات بیشتر پیرامون این درگیری ارائه نکرده است. این در حالی است که حملات نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان در هفته‌های اخیر در بخش‌های از ولایت پنجشیر، کاپیسا و اندراب افزایش یافته است. اخیرا نیز گزارش شد که چندین انفجار موتر حامل گروه تا را در ولسوالی های بازارک، روخه و عنابه ولایت پنجشیر هدف قرار دادند که در آن گفته شده است اعضای گروه تا نیز تلفات وارد شدند. اما جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود تا به حال پیرامون این درگیری ها در ولایت پنجشیر اظهار نظر نکردند. آنان تا به حال نه این درگیری را تایید کرده و نه هم رد